رادیو همراه. بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. سلام، حالتون خوب آقای دکتر؟ من خوب بفرمایید. خدا رو شکر، خیلی متشکرم. اول سپاسگزاری میکنم ازتون بابت وقتی که در اختیار من قرار دادین و تجربیاتتون و همینطور من راهنمایی میکنید. خیلی ممنونم ازتون. سپاسگزارم. آقای دکتر، من زنگ زدم خدمتتون در ارتباط با پسرم. من یه پسر 17 ساله دارم و الان مشکل اصلی که داره تمرکز خیلی تمرکز خوبی رو درسش نداره. من دوست دارم که یه مختصری درباره بک‌گراندمون توضیح بدم که چطور شد و حالا پسرم بچگیش رو چطور داشت و تا اینجا به کجا رسید. ما الان 2 ساله که اومدیم استرالیا. من دانشجوی دکترا هستم، همسرم دکتر هستند و ایران هیئت علمی بودن. وقتی که پسرم 4.5 سالش بود ما رفتیم مالزی و از سال 2008 و تا سال اواخر 2012 مالزی بودیم. بعد برگشتیم ایران. حالا به خاطر مسائلی نشد که مستقیما از اونجا بیایم استرالیا. یه 5 سالی ایران بودیم تا اینکه کارامون جور شد و وقتی که پسرم 15 سالش بود ما اومدیم استرالیا. و آقای دکتر، موردی که هست، وقتی که پسرم در واقع مهد کودکش رو تو مالزی شروع کرد، یه چند ماهی که مهد کودک بود، بعد خود مدرسه با شروع سال تحصیلی جدید تصمیم گرفتن که پسرم کلاس اول بشینه. پسرم وقتی که 5.5 سالش بود کلاس اولش رو شروع کرد. بنابراین الان که 17 سالشه کلاس 12 رو داره میخونه. یعنی من همین جای نکته کوچکی رو عرض کنم. هرگز نباید بچه ها رو نه جلو انداخت نه عقب. اصلا اونا گفتن، بی خود گفتن. بنابراین اگر قرار باشه ما، چون اونا که حق انتخابی ندارن عزیز، ولی متاسفانه ما ایرانی ها، نمیخوام بگم شما و همسرتون، بدمون نمیاد که بچه هم 10 سال جلو بیافتن، ولی اون کار درست نبوده. ولی هیچ ارتباطی به مسئله کم بوده توجه و تمرکز نداره، مگر از راه خاصی که عرض میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بعد کلم پسرم تو مدرسه، حالا من نه ولی معلماش، فیدبکی که از معلماش گرفتم، بچه باهوشی، یعنی همشون بچه باهوشی صداش میکردن، ولی توی برخوردهای اول مثلا اون تمرین و ممارستی که لازم باشه نداشت. وقتی که سالهای اول مدرسهش بود، خب این فاصله بین گیرایی اولش و تمرینش کمتر بود. هرچی الان بزرگتر شده این فاصله بیشتر به چشم میخوره. همینطور پسرم عاشق بسکتبال، خیلی بسکتبال دوست داره و یکی از هدفهای بزرگش این که بتونه بسکتبالیست بشه. تو تمرین بسکتبالش هم همینطوری، وقتی که مربیا در جلسات اول میبیننش خیلی تحسینش میکنند، اصلا یه نگاه متفاوتی روش دارن، ولی تو مسابقه نه، اونطوری که باید باشه نیست. یعنی چی اونجوری که باید؟ نه صبر کنید. اونجوری که باید باشه نیست یعنی چی؟ البته شما میدونید. صبر کنید. ببینید، شما و همسرتون هر دوتا یه نگاه محدودی به مسئله کودکان، نوجوانان و مسئله رشد و خوب و بد دارید، از حرفاتون پیداست. بذارید همینجا من شما رو یه تصحیح بکنم. من ترجیحم به مدرسه است که اصلا هومورک نداشته باشه. ببینید همینجا تفاوت من با شما کجاست. یعنی یه فرضی شما بر این دارید و بذارید همینجا تا به حال بهتون میگم اشتباه کجا بود. اشتباه اول، یه بچه دار شده، یه دونه بچه، حتما از 10 تا بچه 8 تاش آسیب میبینه و یا در اون زمین هایم که خیلی خوب میشه، فقط تو اون زمین ها خیلی خوبه، ولی به هزینه خراب شدن و بد شدن قسمت های دیگه. یعنی اصلا کار درست. دوم، شما این بچه رو هی علاخون علاخون کردید از این کشور به اون کشور به خاطر خودتون. بله. و خب این نشون دهنده اینه که آدم برنامه ریزی نداره دیگه. مثل اینکه من یه ساختمونی رو شروع کنم وسط زمستونی که برف و بورانه و نمیشه بیارم بعد ولش کنم. خب معلومه همه چیزم که ساختم خراب میشه.
خب این برنامه ریزی نبود، ما داریم چی کار میکنیم؟ ما بچه رو داریم توی سن کم میبریم مالزی، بعد از اونجا هم داریم برمیگردیم ایران، بعد از اونجا میبریمش استرالیا. خب اصلا بچه ریشه نمیتونه بدونه. آدم قراره یه جایی ریشه بکنه، نه اینکه از این گلدون به اون گلدون بره. یعنی اینا هست. ولی ببینید عزیز، برای که نمیخوام چون شاید حرفا اونقدر اهمیتی نداشته باشه، ما دو تا مشکل رو با فرزند شما، سه تا مشکل رو داریم. مشکل اول این است که فرزند شما به دلایلی آسیب سیستم عصبی خورده و به خاطر اون مغز آسیب دیده. علتش هم 5 تا موضوع اساسی است. 1 ارثیه که بعید میدونم، 2 تولد سخت و بدی، 3 یه گوشدرد عفونی است که چند بار در کودکی تکرار شده، 4 یه تب 40 درجه است که یه روزی بیشتر یه روز این تب 40 درجه بیشتر از یه روز باقی مونده، و 5 حتی خیلی عادی و معمولی از رخت خواب افتاده یا از تخت خواب افتاده، سرش یه ضربه خفیف کوچک مغزی خورده که حتی یه دقیقه هم شاید بس به خاطرش گریه نکرد. یعنی این 5 تا عامل سبب میشه که مغز آسیب ببینه و بنابر این توجه و تمرکز از بین بره، یه منطقه ای در سمت چپ مغز آسیب ببینه. این 1. 2، ما با یه بچه روبرو هستیم که مضطرب، نگران، غمگین، خشمگین، احساس گناه میکنه، احساس خجالت میکنه و به خاطر اون توجه و تمرکز نداره. یعنی این زمینه‌های احساسی و هیجانی با انفجارهای خودشون مانع توجه و تمرکزش میشه. 3، بدآموزی است. بدآموزی هایی که برخی از اوقات مثلا در بچه های باهوش خیلی بیشتره، برای که یه مانورایی، یه راههایی پیدا میکنن برای انجام یا انجام ندادن کارها و کنار اون یه مقدار حتی مخالفت میکنن. بین فرض کنید 1 تا 3 سالگی درگیر یه چیزی به اسم جنگ قدرت میشن، پاور استراگل، و فکر میکنن زندگی فقط جنگه، پس باید با همه اطرافیان حتی اگر حرف خوب و درست میزنن جنگید، یا یه زمینه‌ای پیدا کنه برای تخریب خود، سابوتاژ کردن، سلف دیستراکشن. بنابراین من تو تمرین خوبم، در حالت عادی خوبم، روز مسابقه ناآگاه، نه آگاه، ناآگاه خراب میکنم، برای که از اون چیزی که اتفاق افتاده قبل یا همکنون راضی نیستم، یا دلم نمیخواد منی رو که مثلا به این راه انداختن، حالا گفتن خودت هم خواستی، بتونن اونا پدر و مثلا مادرم یا تیم من لذت موفقیت رو بچشن، پس من باید خراب کنم. یعنی میخوام به شما بگم موضوع پیچیده تر از اینه، ولی شما وقتی که به من میفرمایید، با من دو تا آدم تحصیل کرده روبرو هستم که همطور که خودتون بودید همه زندگی شما درس بوده یا باید بیشترین قسمتش می بوده، ولی به این جایگاه ها نه شما نه همسرتون نمی رسیدید. بعدم اشتباه پشت اشتباه، بچه تک اشتباه عزیز، 2 یا 3 تا بچه با فاصله 20 تا 35 ماه، 4 تا خطر، 5 تا اشتباه، 1 حتما اشتباه. 2 این جا به جایی ها. من حتی عرضم این است که مطالعه‌ای که دانشگاه ییل کردن نشون میدن در سالهای اولی تا 3 سال اول مهمترین عامل سلامت روانی کودک سیمنسه، 1 دستی و 1 نواختی. یه جا بشینه فرض کنید غذاشو بخوره، تو یه جور لیوان، تو یه بشقاب، 1 جا ملافش عوض نشه، 2 تا ملافش یه رنگ باشه، اتاقش عوض نشه، تخت خوابش عوض نشه، اصلا هیچی عوض نشه، برای که کانکشن های مغزی بتونه از طریق تکرار مثل جاده ها یا شاهراه های مغزیش به وجود بیاد. نه اینکه بچه رو از این ور به اون ور بریم، حالا با این زبون، با این فرهنگ، با این غذا، با این رسوم، با این موسیقی، با این عادت. یعنی همینجوری درست مثل این است که شما بیا توی شهری بگید همه میتونن هر جور خواستن خیابون برای خودشون بکشن و در نتیجه همچین شلوغ پلوغی اونجا به وجود بیاد. یعنی میخوام بگم اینا، نمیخوام بگم به فرزند شما اینا مرتبطی یا نیست، ولی میخوام به شما بگم دنبال این که چه بوده است. شما الان تکلیفتون خیلی خیلی روشن عزیز، روشنی در این حد هست که 1 تستی میخواید. من از کجا تلفن میکنید؟ الان کجای کار؟ الان استرالیا. اگر شما بتونید یه جایی برید که این مراکزی مثلا سیدنی یا فرض کنید که مراکز دیگر ملبورن هست، ملبورن احتمالاً مراکزی هستن که برای ADD گذاشته شد. یه تستی هست به اسم تووا. این تست یه نوع سنسوری است که روی سر فرزندتون میذارن، مثل وقتی من و شما رو فشار خونمون رو میگیرن، و ظرف 40 دقیقه به من و شما میگن 1 فرزند ما ADD کمبود توجه و تمرکز داره یا نداره.
هایپر اکتیویتی بیشفعالیتی داره یا نداره، گرایش های افسردگی، استراب و وسواس رو داره یا نداره. دقیق و درست، برای که روزی که این انجام شد تکلیف معلوم شد. اگر اینا نیست، یعنی فرزند شما ADD و ADHD نداره، پس اصلا موضوع کمبود توجه و تمرکز نداره، مغز آسیب ندیده. اگر هست مشکل ما اونجاست. بعد هنوز مسئله استراب و افسردگی و استرس و فرض کنید وسواسش مطرح، اگر اونا هست، اونا عواملی هستن که زمینه ای رو فراهم میکنن برای مشکلاتی که الان شما اسمشون کمبود توجه و تمرکز. ولی اگر این دومی هم نیست یا در اثر یه مقدار کار و مطالعه معلوم شد این دومی وجود نداره، مسئله شما فقط بدآموزی فرزندتونه. حالا مسائل تربیتیش، رابطش با شما، با پدرش، تنهاییش، جابجاییش، اونا موضوع مطرح خواهد بود. حالا به من بگید تا به حال هیچ کاری برای ارزیابی کردید که چه مشکلی فرزندتون داره یا نه؟ بله آقای دکتر، همین میخواستم خدمت رو عرض کنم. تقریبا 2 ماه یا 2 ماه و نیم پیش خودش از این موضوع شکایت میکرد و من دیدم که واقعا خیلی داره اذیت میشه. اینجا رفتیم یک پیش مشاور. الان یه حدود 6 جلسه هست که ایشون با یه مشاور، یعنی پسرم با یه مشاور صحبت میکنه. بعد من که فیدبک میگیرم از مشاورشون، گفتن که خب دپرسیون و انزایتی دارن. دیگه ازش خواستم که، یعنی دستشو کامل باز گذاشتم که هر کاری که لازمه براش انجام بدم، هیچ اشاره‌ای به مثلا تریتمنت های بیشتر، یا خودش گفت اگه لازم باشه من ارجاع میدم مثلا به جایی، ولی گفت که نه فعلا داریم خیلی خوب پیش میریم، خیلی یعنی مشکل خاص دیگه وجود نداره، من خیلی راضیم از روندی که بین من و داره پسرم اتفاق میفته. حالا دیگه نمیدونم. ببینید عزیز، اولا احتمال زیادی هست که اگر فرد متخصص و آگاه باشه، همین فعلا قدم اولیه درستیه. البته خیلی دیره، چون معمولا این مسائل باید قبل از 8-9 سالگی حل بشه، نه 17 سالگی. ولی چون برای بقیه من دارم عرض میکنم، قصدم سرزنش شما نیست، اینکه بقیه بدونن کی باید شروع کرد. بنابراین اگر فرض او این است که زمینه برای اضطراب و افسردگیه، این احتمال هست که این مشکل باشه. اما شما به سوالای قبلی من میتونید جواب بدید. آیا تو زمینه خانواده شما و همسرتون، به خودتون هم میتونید بدید، الان احتیاج نیست، آیا بوده کسانی که کم بوده توجه و تمرکز داشتن، ADD یا ADHD داشتن؟ آیا ضربه مغزی خورده؟ آیا تب، نه جوابمون ندید، آیا تب 40 درجه داشته که بتونه باشه؟ آیا گوشدرهای عفونی فراوانی داشته؟ اگر اینا نیست و الانم ایشون میگن، ولی من عرضم یه چیز دیگه بود عزیز. عرض من این بود که این کار شما درست، اما یه کار بهتری هم هست و اون تست عزیز. شما به من بفرمایید از 100 تا روانشناس و روانپزشک خوب تشخیص ADD و ADHD و اضطراب و افسردگی هم میگن بله، ولی نه اون دقت رو داره، نه اندازه هایی که بدن به دردمون میخوره به اون صورت داره، در بیشتر موارد نداره. اینی که بدن از طریق مثلا دارو درمانی یا روان درمانی از طریق کوشش و خطا میکنه، ولی خب چرا ما آزمایش ندیم؟ چرا که من بگه به نظر میرسه تو فشار خون داری، در حالی که من میتونم فشار خونم اندازه بگیرم که ببینم 16 یا 17 یا 18. یعنی میدونید تکلیف رو روشن کنن، آیا شدتش طوری است که با دارو داد، آیا دو تا دارو میخواد، آیا باید به جنبه‌های دیگه هم رسید یا نه. اینه که اون عرض من همچنان سر جای خودش هست. یعنی حتی از همین بخواید که اگر در ملبورنی که شما هستید جایی هست که تست تووا میدن، اون اندازه بگیرید، برای که او اندازه گیری دقیق درستیه. روایی این تست، اعتبار این تست فوق العاده است. بنابراین ما تکلیف اون یک بار برای همیشه روشن میشه. من برگردم میگم مثل که چشمم خوب نمیده، تا برم برای دکتر متخصص اندازه بگیره، دقیقا بگه چشم راست من اینه، چشم چپ من اندازش اینه، زمنان مثلا آستیگمات هم هست. این خیلی فرق میکنه تا من برگردم بگم به نظر من خوب نمیبینم. بنابراین شما اون رو سر جاش داشته باشید. اما همینقدر که آمدن گفتن فرزند شما استراب و افسردگی داره، هنوز یه سوال هست، آیا ADD یا ADHD هم داره یا نداره؟ چون مسئله اینه که برخی از اوقات این دوتا هر دو هستن. ضمناً هنوز سومی سر جاشه، آیا فرزند شما اصولاً تیپ روانی و شخصیتیش یه طوری هست که مسئله باشه یا نه؟ اما همینجا بذارید باز کنارش یه چیز دیگه خدمتتون عرض کنم. ای بسا آنچه که در آغاز به نظر میاد کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، شاید برخی از اوقات چیزی که به نظر افسردگی و اضطراب میاد
افسردگی و استراب نیست. افسردگی و شیدایی و سرخوشیه، یعنی بایپولار دو قطبیه، منیک دیپرشن. این اصلا تصویر رو متفاوت میکنه، اون خودش علل و عوامل خودش رو داره. بنابراین ما در شرایطی هستیم عزیز و شما در وضعیتی هستید که تشخیص کامل میخواهید و راه حل برای مسئله و مشکلی اگر هست در چارچوب اون تشخیص کامل، یعنی این اون چیزی که باید شما انجام بدید. اصلا هم وقت این که حالا بذار ببینیم یه سه ماه دیگه چی میشه، یه تغییراتی میبینم نیست. یعنی ما الان یه جایی هستیم که بهتره یک بار برای همیشه قبل از اینکه پسرتون بره دانشگاه این مسئله رو حل کنید. و این فقط وقتی ممکنه تستایی رو که آزمایش میکنه، حالا تووا یا ممکنه تست دیگه داشته باشن، یک کیو ای جی میتونن بگیرن، یه عکس برداری یا یه نوع مپینگی از مغزش، اون خیلی بیشتر میتونه کمک بکنه. گرونتره، طولانی تره، ولی خب اونم جواب میده. یعنی عرض من اینه که شما با اینکه به نظر میرسه یه پیشرفتایی میشه، خودش راضیه، اصلا حرکت نکنید عزیز. این موضوعی است که بود و نبودش و اندازه هاش مهمه. یعنی که توصیه من هنوز خدمتتون که از همین روانشناس یا روانپزشک هر کسی که هست بخواید آیا او جایی رو میشناسه که تست تووا رو بدن، اگر گفت بله حتما این کار رو بکنید، برای که اون جواب برای اون هم مهمه. زمنان الان داره رو افسردگی و استرابش کار میکنه، بسیار خوب. خود او به شما حرفی زده که اگر من احساس کنم که احتیاج به دارو داره او رو مراجعه میدم به دکتر. بسیار خوب. بله. شاید هر روز یه ذره وقت میخواد. صدام رو دارین آقای دکتر؟ بله بفرمایید. بله آقای دکتر، من تو این فاصله داشتم فکر میکردم، وقتی که پسرم حدودا 6 سالش بود، یه خانم دکتری که روانشناس بودن یه سری تستایی ازشون گرفتن و همجوری من ازشون خواسته بودن که یه بررسی کنن ببینن که چطورن سپر. حتما متوجه شدین دیگه من زر حساسم سرش. بعد فیدبکی که دادن مازم مثل بقیه ها که خیلی بچه باهوشی خوبه، ولی هیچ موردی رو اشاره نکردن. و وقتی که 14 سالش بود ما تو ایران بودیم، خودش از من خواست که میخوام با یکی صحبت کنم که یکی از همکارای همسرم بودن. البته ما ارتباط خانوادگی با هم نداشتیم، یعنی یه آقای پروفسوری بودن که رفتن چند جلسه با پسرم صحبت کردن، بازم هیچ اشاره‌ای به این که مثلا مشکلی هست یا مثلا ما ریفر بدن به روان پزشکی یا تست خاصی انجام ندادن. و همینطور این آخری که ما ازشون مشاوره گرفتیم. میخوام بگم که الان ما تو ملبورن که توی لاکداون هستیم، من تا یه ماه و نیمه دیگه نمیتونم اینو جایی ببرم که تستی انجام بده. به نظر شما توی این مدت من چیکار میتونم بکنم؟ هیچی. یا چه رفتاری میتونم باش داشته باشم؟ نه ببینید عزیز، ببینید بذارید اولا مطلب رو باز با هم روشن کنیم. تشخیص های از این قبیل یه مقدار تشخیص های در مرزند و برخی از اوقات هم به اصطلاح افتراقی که یه مقدار تفاوت ها و فرق ها رو باید گذاشت. وقتی این کار میشه کرد که اطلاعات کامل باشه، یک از نظر ارثی گزارشی راجع به 4 تا خانواده داشته باشه متخصص یا بهش داده بشه، یعنی خانواده پدری و مادری شما و خانواده پدری و مادری همسر اون همه، پسر عمو، دختر خاله، دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ چی داشتن که حتما هم هست چون یه جمعیت بیش از 100 نفر. دو، بله، کاملا ماجرای دوران حاملگی شما بررسی بشه چون شاید حوادث و اتفاقاتی اونجا. سه، مهم موضوع زمان تولد، چگونگی تولد و وقتی که فرزندتون متولد شده حالاتی که داشته. 4، یک سال اول زندگیش که مشکلی در خصوص خوابش و یا تغذیهش داشتید یا نداشتید. 5، برگرده تا 3 سالگی، بعد برسه تا 6، 6 بره تا 12 که دوره دبستانی، بعدم فرض کنید دبیرستان. حالا این یه طرف قضیه است. بعد حالاتش، میزان فعالیت جمعیش، درگیریش تو ورزشی که اشاره کردید، شبکه دوستانش، نوع دوستان، فعالیتی که با بچه‌ها داره، وقتی که برای تماشای تلویزیون یا درگیرش توی اینترنت یا مطالعه و یا کتاب هست، حتی یه ذره سنش از 12-13 سالگی به اونور، گرایشاش به سمت جنس مخالف، رفتاری که
با اونا داره. یعنی اینا همه مواردی است که باید گزارش بشه برای که ما شاید بتونیم به یه نتیجه برسیم. یعنی وقتی که صحبت از این میشه که یه ارزیابی کامل، یعنی یه نگاه کردن همه جانبه. بعد حتما مصاحبه با پدر، با مادر، ای خواهر و برادر بزرگتری هست و یا اصلا دیدن اون دینامیک یا پویایی خانواده با هم به صورت یک خانواده، به صورت یکی دو جلسه جمعی که اصلا نوع ارتباطات چگونه است. یعنی روزی که واقعا قصد من روی شما شنونده قبلی هستید و شنونده تازه اید؟ بله نه، من همون از شنونده قبلی هستم، ببخشید تلفنم قطع شد، مجددا تماس گرفتم. بسیار به هر حال تونستن شما رو دوباره وصل کنم. به هر حال بعدن عرایض منو دوباره باید بشنوید چون یه تیکه‌ای که قطع شد. فقط عرض من این است که وقتی که عرض میکنم شما با توجه به آنچه که میگید و امکانات دارید، این که الان یک ماه و نیم باید صبر بکنید تا اوضاع آروم بگیره مثلا نیست. علاوه ای بسا الان بسیاری از مطب ها هستن که بازن، بسیاری از مراکز هستن که با رعایت اصول کامل ایمنی و بهداشتی امکان رفت آمد هست، ولی اصلا مسئله یک ماه و نیم مشکل من نیست که شما اگر لاکداون کامل هستید و سیستم بسته است که اصلا فراموشش کنید. ولی تو این مدت چند تا کار بکنید. یک، از همسرتون بپرسید درباره خانواده پدری و مادری تحقیق کنه. آیا تو خانواده پدر و مادری افسردگی بوده، اضطراب بوده، وسواس بوده، خشم بوده، بیماری های دیگه بوده، خودکشی بوده، حتی اقدام به خودکشی، اعتیاد بوده یا نه؟ تو خانواده خودتون همینطور، یعنی اون اطلاعات رو میخواد. ضمن میشین با همسرتون صحبت میکنید درباره 3 سال اول زندگی، مثلا چه مسائلی باش روبرو بودی، چقدر گریه میکرد، چقدر ای بسا فرض کنید مشکل جهاز هاضمه داشت، یبوست داشت یا نداشت، مشکل عمل دفع و ادرارش چی بود، شب ادراری داشت یا نداشت. یعنی ببینید این اطلاعات خیلی خیلی کمک میکنه. من اگر دوستانی اون زمانی که کار تراپی میکردم پروی من میامدم، من تو نیم ساعت اول همه اینا رو در اختیار داشتم یا ازشون میخواستم تحقیق کنم به من بگن. چون وقتی که میخواید یه ارزیابی کامل بکنید، مسئله این نیست که بریم بشینیم حرف بزنیم بعد بیان برگردن. نه اینکه بگم اعتراض، میگم پسر باهوشی. خب باهوش این باهوش که فقط 1% ماجراست. علاوه از پدری مانند همسرتون، مادری مانند شما، دو تا آدم تحصیل کرده، معلومه بهره هوشیش اونور 120، یعنی جزء مثلا 5% یا 2% یا 1% افراد باهوش جامعه است. ولی هوش برای خودش و به خودی خودش مثل اتومبیلی است که خیلی میتونه تون بره. مهم اینه که فرمون داره، ترمز داره، راننده ماهری پشتش نشسته یا نه، و الا خود اون یه مسئله است. به همجه است که من وقتی که پسر بزرگم میخواستن تست هوش بدن، اون قرار بود که ببرنش، کسی که قرار بود ببره بهش گفتم اگر بهره هوشش از این حد رفت بالاتر اصلا به من نگو، بذار من شب بیام خونه به من بگو من ببینم با این بدبختی باید چه کار کرد. چون بهره هوشی از یه حد که بره بالا باعث درد سره، یعنی خودش یه گرفتاری در ارتباط با دیگران به وجود میاره. شما حتی نگاه کنید هیچ کسی نمیتونه یه نقش رهبری یا مدیریتی داشته باشه اگه بهره هوشیش بیشتر از 20 یا 30 واحد بیشتر از متوسط کسانی باشه که در ارتباط با اوناست. یعنی خیلی چیزا در این زمینه میتونیم. اون اطلاعات رو میخوام. برای اینکه شما چی کار میتونید بکنید؟ هیچی. شما فقط میتونید یه کار بکنید. کوشش کنید پسرتون رو به حرف بیارید بدون اینکه بخواید کمکش کنید، بدون اینکه بخواید تصحیحش کنید، بدون اینکه بخواید راهنماییش کنید، که اون چیزی که حس میکنه، احساس میکنه بیان کنه. نگاهش در مورد شما، رابطه، خانواده، ازدواج، بچه، درس، رشته تحصیلی، ورزش، سیاست، ایران، همه این چیزا. بله آقای دکتر، اتفاقا تو بیان احساسش خیلی راحته. مثلا خیلی ها میگن من ناراحتم، ولی پسر من دقیق میگه که چی ناراحتش کرده یا مثلا چه حسی الان داره. خیلی هم با ما رابطش خوبه، خیلی خوب حرف، یعنی خیلی زیاد حرف میزنه. ولی در ارتباط با همین مشکل اخیرش که میگه که من هی حواسم پرت میشه تو درس، انا حس میکنم بیشتر چیزی که اذیتش میکنه موضوع درسه. یعنی اگه درس رو کلن از وظیفه روزمرهش حذف کنیم خیلی شادتر میشه. نه ببینید، از آخه مسئله نه، آخه شما قرار نیست کاری بکنید. اتفاقا شما هر چی دخالت کنید، ببینید عزیز، فرض کنید کسی به من میگه من مشکلم درسه و حواسم پرت میشه، برای من اصلا الان مهمه. بسیار خوب، کی وقت میشه؟ 2 دقیقه بعد از شروع؟ 5 دقیقه؟ وقتی کتاب ساده است؟ وقتی کتاب مشکله؟ وقتی باید مسئله حل کنی؟ کجا میره؟ دقیقاً چه خیلی بورینگه. خب اون میتونه قصه دیگری باشه عزیز.
ببینید، اولا خود بورینگ و حوصله سر رفتن دو تا معنا داره. یکی اینکه موضوعه، ولی بیشتر اوقات خود فرده که آدم بورینگه. یعنی روزی که شما میگید این آدم بورینگه، در بیش از 90% موارد او بورینگ نیست، تو بورینگی، تو حوصله سربرنده. بنابراین مسائل جدیتر از ایناست که با یه نگاه غیر حرفه‌ای بشه در مورد یه پسر 17 ساله که این تجربیات و یا گذشته رو داشته با یه نگاه اینچنین حرکت کرده. همونطور گفتم مثل که شما بگید من میدونم این کلسترول داره یا چشمش خوب نمیبینه. خب ما امروز دنیایی داریم که میتونه اندازه بگیره، یا آزمایش خون تکلیف کلسترول روشن میکنه، یا یه متخصص چشم ظرف 15 دقیقه به شما میگه اصلا مسئله چشم چی هست. خب اینجوری نمیشه نگاه کرد، سطحی و گذرا. و یه کمی هم شما اینجوری بهش نگاه کردید چون به زحمت و دردسر زیادی نیفتادید. بنابراین توصیه من همچنان در خدمتتون اینه، یه جایی هست که یه ارزیابی کامل رو شما احتیاج دارید و مطمئنم از 10 موردی که الان من نگرانشم 9 تاش ای بس هر 10 تاش نیست، ولی باید مطمئن بود که نیست، که خاطر آسوده داشت و الا خوشبختانه برای همه این مسائل و مشکلات راه حلی هست. بنابراین ببینید که دکترش چه میگه. حتما من در اولین فرصت منظورم که چون ما لاکداون 100% هستیم حتما میرم و این تست رو براش انجام بدیم. یک سوالی که دارم این که خب الان چون سال 12 است، خب تا اواخر اکتبر اینا باید یه امتحانی بدن که امتحان فاینالشونه که مشخص میکنه میرن دانشگاه یا نه. حالا با توجه به با همه شرایطی که من خدمتون توضیح دادم و اینکه خودش خیلی میل، یعنی میل نداره دیگه، من چیکار کنم تا فیدبکی از مثلا زبان میل نه 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 نفهمیدم میل به چی نداره؟ من نفهمیدم میتون میل به چی نداره؟ میل به درس خوندن نداره. یعنی چی میل به درس؟ بله، یعنی چی میل به درس خوندن نداره؟ ببینیم در حدی که حتی هومورکاش هم انجام نمیده، همش هی پستپون میکنه، نمیخونه اصلا. خب چی کار میکنه؟ والا قبل از مارچ که این پندمیک بشه، خب بسکتبال میرفت، تمام عشق و آرزوش بسکتبال، علاوه این که تو تیم میرفت، خودش هم میرفت تمرین میکرد، ولی خب الان که فقط خودش تنها میره تمرین میکنه، حرفایی که میزنه این که من وقتی که دارم برای درسم میذارم از آبریدان میگیرم. چرا؟ چون که من این وقت رو باید بذارم سر بسکتبالم. نه ببینید سب کنید عزیزم. ببینید اولا شما یه مقدار میخوام از حال گوش ذهنتون باشه، حتما بپرسید از کسی که خوب پسرتون رو میشناسه. من علائم منیک دیپرشن درش میبینم، یعنی این حرفا بوی شیدایی سرخوشی. ولی ببینید عزیز، در کشوری مانند امریکا از هر 140,000 نفر کسانی که زندگیشون رو فکر میکنن بسکتبال، و از این 140,000 تایی بس و 70,000 تاش تقریبا هفته چند روز اگر نه هر روز ورزش کنن، یکی فقط میرسه به اون جایی که بره تو NBA. یکی از 140,000 تا. روزی که کسی در امریکا من بگه من میخوام برم توی NBA، من مطمئنم مغزش خرابه. یعنی اگر پسر شما فکر میکنه، البته من قدش و تواناییاش رو نمیدونم، ولی اگر پسر شما باید یه استثنایی باشه که الان در 17 سالگی اصلا درخشیده باشه، تا حالا 25 تا کوچ آمدن بخوان ببرنشون برای تیم خودش، یعنی اینقدر باید برجستگی داشته باشه تا بتونه برسه که از این طریق اسمش بشه زندگی. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم نه صبر کنید آخه عزیزم، اگر یه کسی برگشت گفت که من دارم نمیدونم غذا میخورم که قدم بشه 5 متر، من چه جوری بهش بگم؟ خب معلوم نیست که شما بتونید بهش بگید یا فرقی بکنه، ولی این علامت خوبی نیست عزیز. این علامت شیدایی و سرخوشیه، یعنی یه ذهنیتی که خوشبین، مثبت، امیدوار، فکر کنه از عهده کارا برمیاد، آینده روشن درخشان، من پیش میرم. من اگر فرزند شما رو فقط 2 دقیقه 3 دقیقه تو زمین بسکتبال ببینم، 2 دقیقه با توی تیم 2 دقیقه بازی کنه، میفهمم چی کار است، میفهمم اصلا در چه حدیه، آیا جزء 10%، 40%، 80%، 90%. ولی اینجا ما 1 در 10,000 رو میخوایم، 1 در 100,000 رو میخوایم که کسی بگه من درس نمیخوام بخونم، دارم وقتم تلف کنم، با دارم بسکتبال بازی کنم.
خب این علامت خوبی نیست عزیز. البته آقای دکتر این حرفایی که الان شما دارین میزنین خودش هم به خودش میگه ها، خودش بعد میشینه میگه نه من که تا حالا من میتونم با شما یه بحثی من میتونم یه چیزی به شما بگم، شما بدجوری نگاهتون محدوده عزیزم. میشه من بگید از 700 میلیون سیگاری کدامشون فکر میکنن کار خوبی میکنن؟ آخه یه دلیل نشد یکی به خودش اینا رو میگه. خب بگید شما، ممکنه من بگید چه کسی مواد مخدر مصرف میکنه فکر کنه خوبه، چه کسی است که اصلا مدرسه نمیره فکر کنه عجب کار خوبی ما کردیم. خب بگید. خب معلومه پشیمونم هست، سرش هم به دیوار میزنه، یه بس قصد خودکشی هم داره. اونا کافی نیست عزیز. بیایید لطفا فرزندتون رو در اختیار یه متخصص خوب بذارید. دلتونم به یک، نمیخوام بگم این روانشناس یا روانپزشک خوبه یا بده، اصلا ارزش نیست، ولی مطمئن باشید دارن کار میکنه و یعنی یه نتیجه گرفته میشه، تکلیف روشن. بذارید در عرض من و همسرتون بشنم. شما قرار نیرو و انرژیتون رو بگذاری ظرف 3 ماه آینده برای یک تشخیص کامل فرزندتون. اگه قراره با 30 تا دکترم در ارتباط باشید، دیگه بیش از این نمیتونم بگم، تا اینکه بخواید با حدس و فرض و گمان یا یه توجیهاتی از این قبیل که اشاره کردید. میتونم با اینا آشنا هستم عزیز، برای که این کار و زندگی من بوده بیش از 50 سال. عرض من به شما اینه که این موضوع رو جدی بگیرید، فقط همین. و اینکه این میگه یا خودش هم میگه، خب بگه. من خودم 1000 تا کار که 1000 بار به خودم گفتم چرا نکردی هنوزم نمیکنم. کافیه، پس کار انجام شده. بنابراین لطفاً این رو تا رسیدن نتیجه تعقیب کنید. مطمئنم مسئله خاصی هم نخواهد بود، فقط برخی از اوقات فقط یک مسئله کوچکی است که با یه توجهی میشه از عهده‌اش بر اومد. حتی فرض بفرمایید فرزند شما ADD ADHD داره، این در یک روز میشه معالجش کرد، بره بشه سر کتابش. به همین سادگی. فرض کنید فقط ADD یا ADHD باشه، یک روز دارو رو بهش میدن، مثل آدمی که عینک میزنه میتونه به خونه او بره پیش. لطفاً یه مقدار که من مطالبی دارم توی وبسایت من که هست www.hamrah20.com. وقتی برید توی یوتیوب اصلا اینا عنوان داره زیر قسمت‌های مربوط به ADD و ADHD و کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی و منیک دیپرشن، مطمئنم یه مقدار صحبت هست کردن، دوستان میتونن برن. و این تنها منبعی است که از جانب رادیو همراه هست و بقیه همه در حقیقت کاری است که اخلاقی و قانونی نباید بکنن ولی هنوز انجام میدن. این مجموعه همه اونجا هست، هزاران هزار به هر حال صحبتی که در رادیویی بوده، تلویزیونی بوده، اونجا زیر عنوانهایی که بیش از 100 خورده‌ای هست آمده. لطفا اونا رو یه توجهی بهش بفرمایید. www.hamrah20.com. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. حتما خیلی متشکرم، بزرگواری کردیم. خدا نگهدارتون، پایدار باشید. خدا حافظ. بسیار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. قابل توجه پروفشنال کانترکترز، آرکیتکتس و مولتی یونیت رزیدنشل بیلدرز، شرکت HDR Horizon به مدیریت آقایان روزبه و بهروز احدود، نماینده رسمی فروش و پخش محصولات بزرگترین کمپانی های تولید کننده اکستریور دورز اند ویندوز از جمله اندرسن، فلیتوود و برند های معتبر دیگر آماده همکاری با شماست. قیمت های ویژه و نظارت و مشاوره تخصصی در بررسی نقشه های ساختمانی، جهت جلوگیری از میلیون ها دلار هزینه های اضافی و پیش بینی نشده، امتیاز و قدرت ویژه کمپانی HDR Horizon است. تلفن 310-48-10-859 hdrwindows.com. سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. عضو صرف 8 ایرانیان. infinitydomestic.com.
زنی فایننشل گروپ، دفتر آقای مانی حاتمی، بفرمایید. $40,000 بدهی روی کردیت کارتم دارم و واقعا نمیدونم چیکار کنم. دو ساله که دارم مینیمم پیمنت کردیت کارتمو میدم، نمیدونم چیکار کنم. حالا یه ماهی از کارم از دست داد. دیگه واقعا نمیتونم هیچ کدوم این بدهی ها رو پرداخت کنم. نمیدونم چیکار کنم. واقعا فکر نمی کنم با می که گرفتم و بتونم پرداخت کنم. نمیدونم چی کار کنم. نمیدونم چی کار کنم. نگران نباشید. من مانی حاتمی همراه شما هستم تا سریع ترین راهکارهای کاهش بدهی مالی رو در اختیار شما قرار بدم. همین امروز با من مانی حاتمی با شماره تلفن 818-2-میلیون تماس بگیرید. 818-2 بقیهش 0. اخبار اقتصادی ایران و جهان. بنابر آخرین گزارش، با پرداخت $79 در سال و دریافت یک شماره تلفن مخصوص از هر نقطه ایران می توانید مستقیما نامحدود بدون گرفتن پیش شماره با کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنید. برای اطلاع از جزئیات این خبر می توانید در آمریکا با تلفن 1-800-267-1350 و در اروپا با کاستومر سرویس ما در انگلستان 0203-608-4800 Magic Tell تماس حاصل نمایید. Magic Tell، یکی از معتبرترین مراکز ارتباط تلفنی در جهان. Magic Tell. درود بر شما. در حال حاضر حسابی در دفتر ما وجود دارد. به طور مثال شخص 60 ساله با $1,000,000 سپرده، از 66 سالگی درآمد بیش از $7,000 در ماه تا آخر عمر با فواید مالیاتی، و اگر احتیاج به پرستاری برای فعالیت‌های روزانه لازم باشد، درآمد دو برابر و بیش از $14,000 خواهد شد. اصل پول هم قابل دسترسی و رشد بسیار چشمگیر خواهد داشت. 310-205-9000 310-205-9000. روز شاد و خوشی داشته باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام دکتر، روزتون بخیر. سلام، بفرمایید. دکتر خیلی ممنون از برنامه خوبتون و خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. من از اروپای شمالی زنگ میزنم. سوالم در مورد دخترم هست که تقریبا 9 سالشه، اما از اونجایی که نمیخوام زیاد پرگویی کنم، خواهش میکنم که شما مدیریت گفتگو رو به عهده بگیرید. شما چند تا فرزند دارید عزیز؟ من فقط یه دختر دارم که اکتبر امسال 9 سالش میشه. به من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟ من 53 سالم هست و فرزند اول یک خانواده هستم که 5 فرزنده است و لیسانس یکی از رشته های پزشکی رو دارم و در حال حاضر کار میکنم، ولی در ارتباط با رشته خودم نیست. همسرم 50 سالشونه و ایشونم مال همین کشوری هستن که من زندگی میکنم. فرزند دوم از یه خانواده دو فرزنده هستن و ایشونم کار خودشون رو دارن که برنامه نویسی کامپیوتر هست. شما چه مدتی است اروپای شمالی هستید؟ من 10 سال و نیم هست. شما هنوز نیومده شوهر پیدا کردید و بچه دار شدید؟ نه، من ایران ازدواج کردم با ایشون. البته هر دوی ما خیلی دیر سنای بالا داشتیم که ازدواج کردیم، ولی من ایران کار میکردم، زندگی میکردم، ایشون ایران اومدن. ما تصادفاً هم دیگر رو دیدیم. ایشون به عنوان توریست اومدن و یه جای توریستی ایران ما تصادفاً همدیگر رو دیدیم و بعد یه تقریباً 1.5 سال طول کشید که با همدیگه در ارتباط بودیم و بعد ازدواج کردیم و من با ازدواج در واقع مهاجرت کردم. بسیار خوب. به من بفرمایید که مشکلی که الان با دخترتون دارید چیه؟ دکتر، حقیقتش این هست که مشکل خاصی من فعلاً با دختر خودم ندارم. دختر من البته خیلی دختر خیلی حساسه، خیلی عاطفی و
خیلی باید مراقب باشیم البته باهاش که زود نرنجه. نه خب اون که خیلی بده. نه نه سب کنین. همون جا که خب خیلی بده از دن. حساس بودن بلد. یعنی شکننده بودن. یعنی من یه خاله خب این نشان دهنده احساس بدی است که راجع به خودش داره. یعنی شرم و خجالت از یه طرف و بعدم احساس ترس و نگرانی از ارتباط با دیگران. این خودش گرفتاری جدی است. مثلا اگر شدید باشه که مثل اینه که مثلا پوست نداشته باشم. خب هر بیماری که میتونه از طریق بدن من وارد بشه رو من خواهم گرفت. خب به من بفرمایید که چقدر خجالتیه، چقدر نگران و مضطربه. دکتر خجالتی یه مقداری الان هست، البته تا دو سال پیش خیلی زیاد بود این مسئلهش و استرابش هم همینطور، اما دو سال پیش این یهویی چند روزی خیلی به خاطر اینکه با یکی از بچه‌های کلاسش خیلی دوست بود، صمیمی، همه تابستون و اینا با هم گذروندن دو سال پیش، بعد یهویی توی مدرسه این دختره دیگه توجهی به دختر من نکرد و دوست نداشت باش بازی کنه. حالا البته اون دخترم ما بعدم فهمیدیم که خودش مشکلاتی داره، ولی دختر من یه جورایی من احساس میکردم دچار افسردگی شده، نمیخواست بره مدرسه، خیلی تو خودش بود، ناراحت بود که چرا این دوستش باش نیست و اون زمان من خیلی نگران شدم و به پزشک خانوادگی مراجعه کردیم. ایشون گفتن که برید پیش یه مربی کودکان. این خانم یه دوره‌های روانشناسی رو گذرونده بود در کنار کارش که معلمی بود و ایشون در 6 جلسه با دختر من کار کرد و بعد از اون دختر من اصلا از این رو به اون رو شد و فهمید که خب با همه میتونه دوست باشه، همه دوستاشم میتونن با کسای دیگه دوست باشن، لزومی نداره حتما با هم همیشه بازی کنن. ترسش، استرابش، خجالتش بعد از اون خیلی خیلی کمتر شد. بعد طبق فرمایش شما ما اینو توی کلاسای ورزشی و رقص و نمیدونم هنری و اینا هم همش میذاریم، سعی منم این هست که با دوستاش بازی کنه و بعد میگم از تقریبا 2 سال پیش تا الان خیلی خیلی بهتر شده. اما نگرانی من که الان باعث شد به شما زنگ بزنم این هست که سابقه افسردگی، وسواس و اضطراب تو خانواده شوهر من هست و همسر من خودشم یک دوره دچار افسردگی شده بود و توی خانواده ما هم که یه خانواده ایرانی هستیم همین مسائل بوده. البته میگم خود من وسواس و مطمئنم دارم ولی افسردگی رو تا حالا نداشتم و تازگی یعنی یک ماه پیش من شنیدم که پسر خواهر شوهر من هم دچار افسردگی شدید شده، جوری که مجبور دارو استفاده کنه. من نگرانیم الان بابت دخترم. دوست دارم شما یه راهکاری به من بگید که من چجوری با دخترم برخورد داشته باشم یا چه کاری رو میتونم بکنم که احتمال به وجود اومدن یه همچین بیماری رو در دخترم کمتر کنم. خب البته میدونید شما چند تا ببخشید چند تا مسئله و مشکل بوده. اولا اینکه فرزند تک، دوم در 43-44 سالگی شما متولد شده که خب خیلی وقت دیری بوده، بعدم اون زمینه که اشاره کردی است. بنابراین چند تا کاری که هست: یک، شما دخترتون و محیطش رو آنچنان راحت میکنید که تقریبا کاری رو که دوست نداره نکنه. یعنی فرض کنید اگر میبینید رفتنش به حتی ورزش با ناراحتی نفرستتیش، مگر اینکه فکر کنید اگر بمونه احساس بدتری میکنه. یعنی بذارید به مقدار زیادی همه چیز به میل و خواسته او باشه، اما امکانات او رو بیشتر کنید. یعنی اگر شما الان یه فرض کنید پولی کنار گذاشتید مثال برای دانشگاهش یا برای عروسیش، الان بیارید الان خرج کنید و اون خرجم به این صورته: 3-4 تا دوست خوب، نه یه دونه چون اون یکی از اشتباهاته، 3-4 تا دوست خوب براش بخرید، کسانی که میپذیرنش، مثلا چون فرزند تکم هست شاید بد نباشه مثلا اونا
یه ذره سنشون هم پایین تر هم بالاتر باشه که این روابط رو یاد بگیره. محیطشو هم امنیت و آرامش بهش بدید، هم شادی و لذت و بازی، و در یه زمینه‌ای که فکر میکنید خوبه و ممکنه بخواد بعدن بخونه، تو اون زمینه مقدار کمکش میکنید که برتری و تسلط داشته باشه، ولی کار زیادی نمیشه. امنیت و آرامش تو محیط خونه، شبکه دوستانه، خوشگذرونی، تفریح، ورزش، بازی، و به هیچ وجه مقیدش به باید و نباید و نمیدونم ایرانی ها اینجوری هستند و اروپایی ها آنگونه هستند و تو باید اینجوری باشی یا اونجوری باشید هم اصلا نکنید. یعنی یه مقدار زیادی راهاش کنید که فشاری رو خودش حس و احساس نکنه. اگه بتونه این 3-4 سال رو تا 13-14 سالگی بگذرونه، خطر رو پشت سر گذاشته. ولی کار دیگه اینه، هم سیدی 7-13 هم 13-19 رو خودتون بشنوید، یه توصیه‌ای هم به همسرتون بکنید. ولی مهم اینه که زندگی فرزندتون رو با بازی و همبازی بیش از همه بگذرونید و هیچ وقت چیزی رو اصلا جدی نگیرید، حتی اگر کار هنریه یا حتی ورزشیه که بهش استراب و استرس میده، برای که آماده است که شکسته بشه. شبکه دوستاش هم یه جوری زیادتر کنید که اگر این دوست بود و نبود اونقدر براش موضوع و مسئله‌ای نباشه، ولی کار دیگری نمیشه کرد. بله درست دکتر، دقیقا ما همین، البته همسر من خیلی بهتر از من برخورد میکنه. من تا 2 سال پیش واقعا نمیدونستم که یه آدمی هستم که دوست، یعنی خیلی هم به خودم سخت میگرفتم هم به اون. دوستاشم همه چیز خوب باشه، به موقع سر جاش باشه. ولی از 2 سال پیش که این پیش این خانم رفت مربی کودکان و من فهمیدم من خودم مشکل داشتم، و بعد از اون سعی کردم خوب آرومتر باشم، خیلی تخت نگیرم و خیلی بهتر شده. ولی این شنیدن این که دوباره یه نفر اونم اینقدر نزدیک دچار افسردگی خیلی شدید شده، خب یه جورایی من نگران کرد. ولی خیلی ممنون از راه نمید. نه اون بیشتر از 1-2% نقشی نداره. نه اونا مثلا نیست، مهمش الان محیطش عزیز. شما شرایط و محیط اینو آروم کنید. خواسته ای داره، گفتم اگر یه پولی اصلا کنار گذاشتید برای آینده، کنار گذاشتید خونه بخرید نخرید، چون خانه‌ای که باید بسازید در حقیقت بدن سالم فرزندتونه. یعنی هیچ کوشش در حقیقت محدودیتی برای خودتون قائل نشید. حتی اگر برید مثلا فرض کنید هوس داره بره سفر با دوستاش یا با شما، ببرید سفر، هزینه‌شو قرار بدید قرض کنید، برید قرض کنید. یعنی من میخوام محیطش امن باشه، آروم باشه، دنیا به میل و خواسته او باشه در حدی که بهش آسیب نمیزنه، و بعدم از فرصت‌ها و امکانات استفاده کنه. اون محیط رو اگر شما شاد و لذت بخش کنیم، میتونه حتی اون زمینه‌های ارثی رو اگر هم باشه از بین ببره. ضمناً هم شما یه جمله‌ای گفتید، سعی نکنید، نکنید، ول کنید. یعنی متأسفانه اون کار بسیار مشکلی است، چون در زبان انگلیسی اصطلاحی هست میگن trying is lying. یعنی وقتی میگه کوشش میکنم داری دروغ میگه. کوشش نکنید، اون کارو بکنید، دست از سر دخترتون بردارید. اگر هم دلتون میخواد واقعا یک کار اساسی و بنیادی بکنید، به همسرتون بگید یه مادر بهتری برای دخترتون تدارک ببینه و بگذارید مادر بهتری پیدا بشه. ببینید چقدر موجب شادی و لذت شما شد. حالا خبر ندارم همسرتون چقدر خوشحال میشه، بهش بفرمایید که من یه همچی توصیه ای کردم. مطمئنم ایشون لبخند میزنه، ولی امیدوارم لبخندشون با به هر حال به نوعی به گریه ننشینه که بعدا تشویق بشه. اونو بپذیرید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خیلی لطف کردیم، متشکرم.